در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رای دهندگان به هر کسی که تمایل داشته باشند، به نظر می‌رسد خیلی هایشان در این باره اتفاق نظر دارند که خیلی از تصمیم گیری ها در واشنگتن پایتخت آمریکا به یک بن‌بست سیاسی رسیده است. بن‌بستی که بخشی از دو قطبی شدید سیاسی در ایالات متحده است. بن‌بست واشنگتن. اما در خود همین پایتخت مردم دهه هاست که در پی حقوق برابر با بقیه شهروندان آمریکایی هستند. یعنی داشتن نماینده و سناتور در کنگره. این شهر با جمعیت 700 هزار نفری که بیش از جمعیت چند ایالت آمریکاست، حدود نیم قرن است صرفاً در مجلس نمایندگان عضو ناظر دارد. کمی قبل از آن هم با یک متمم قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حق رأی پیدا کردند. در واشنگتن روی پلاک خودروها نوشته مالیات بدون نمایندگی، شعاری که انقلاب آمریکا با آن آغاز شد و به استقلال از بریتانیا منجر شد. رستوران بن یا بنز چیلی بول با هات‌داگ‌های معروفش یکی از پاتوق‌های تاریخی شهر است، جایی که هر گردشگری که برای دیدن پایتخت می‌آید باید آن را هم ببیند. بن علی و همسرش ویرجینیا اینجا را 62 سال پیش راه انداختند. هر دو در این سالها از ایده ایالت شدن دی سی حمایت کردند. ویرجینیا علی بعد از درگذشت همسرش همچنان اینجا را با کمک فرزندانش از جمله این پسرش اداره کرده. We need control over our budget. We have no voting rights. ما نیاز داریم اختیار بودجه‌مون رو داشته باشیم. هیچ حق رأیی در کنگره نداریم چون ایالت نیستیم. لازمه که نماینده داشته باشیم تا بتونیم اختیار خودمون رو داشته باشیم. بتونیم مسئول پول خودمون باشیم، پولی که مالیات میدیم، بدون اینکه از بالا بهمون نگاه بشه، بدون اینکه آدم‌های کنگره به ما بگن پولمون رو چطور خرج کنیم. ما جمعیت واشنگتن در حال حاضر بزرگتر از جمعیت 5 ایالت هستیم. داکوتای شمالی، جنوبی، وایومینگ، مونتانا و رودایلند جمعیتشون از دی سی کمتره. اونها ایالتن و ما نیستیم. عقل سلیم میگه ما باید ایالت بشیم تا مردممون نمایندگی داشته باشن. خیلی از چهرهای آمریکایی رؤسای جمهوری در طول سالها به این رستوران اومدند. همه این سالها شما طرفدار ایالت شدن دی سی بودید. هیچ وقت در این دیدارهاشون باشون مطرح کردید یا صرفاً گپ و گفت گذرا بوده؟ وقتی اینجا به چیلی بول دعوتشون میکنیم، وقتی مهمون ما میشن، مثل یه عضو خانواده باهاشون رفتار میکنیم. با حرف سیاسی بهشون فشار نمیاریم. میاریمشون که از غذاخوریمون لذت ببرن. به نظرتون چقدر طول میکشه دی سی ایالت بشه؟ خیلی وقته که داریم تلاشمون رو میکنیم، ولی من میخوام نگاه مثبتی داشته باشم. امیدوارم در این 4 سال آینده بهش برسیم. شاید. امیدوارم. درباره انتخابات چی فکر میکنید؟ فکر میکنم باید بریم رای بدیم. اگر بتونیم جمعیت رو قانع کنیم به تعداد بالا رای بدن، این کاریه که باید بکنیم. مسئولان منطقه واشنگتن میگویند در بحران کرونا که بسته های کمک مالی دولت توزیع شد، دی سی چون یک منطقه و نه یک ایالت حساب شده بود، کمک کمتری دریافت کرد. همچنین با تنش‌ها بر سر حضور نیروهای نظامی فدرال در منطقه پایتخت در جریان اعتراض‌ها و ناآرامی‌های ماه‌های اخیر که مقام‌های شهری می‌گفتند موافق حضور آنان نیستند، بحث ایالت شدن دی سی باز هم مطرح شده. بعد از این بود که همین اوایل تابستانی که گذشت، مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات طرح ایالت شدن واشنگتن دی سی را تصویب کرد. الینور نورتون 30 سال است از طرف این شهر عضو مجلس نمایندگان آمریکاست، اما بدون حق رأی، فقط به عنوان ناظر. درخواست برای ایالت شدن منطقه کلمبیا یا دی سی خیلی سریع و خیلی خوب داره پیش میره. طرحش در مجلس نمایندگان با 232 رأی مثبت در مقابل 180 رأی منفی تایید شده. ولی حالا باید در سنا هم رأی بیاره. همه یه نظرسنجی ها میگن که به دست دموکرات ها میفته. این حرکت به جلو در ایالت شدن دی سی است. دموکرات های ایالت های جنوبی، یعنی دموکرات های محافظه کار، در مورد مسائل جریان اصلی در حزب دموکرات همراه حزب رأی میدن. ولی مثلا در اوایل دهه 90 میلادی سر مسائلی که در زمان خودش خیلی ترقی خواهانه به نظر میرسیده، مثل ایالت شدن دی سی، نمیشد توافق اکثریت دموکرات در کنگره را برای این مسئله گرفت. امروز وضع فرق میکنه.
جمعیت دی سی اغلبشون دموکرات هستن و اون هم جناح چپ دموکرات. وقتی دولت دست جمهوری خواهان باشه اصلا راهی برای ایالت شدن دی سی نبوده. این مسئله همیشه خیلی خیلی سیاسی بوده. جمهوری خواهان مخالف این طرح میگویند این منطقه کوچک که روی زمینهای ایالت مریلند بنا شده میتواند برای رای به مریلند بپیوندد. استدلال آنها این است که بنیانگذاران ایالات متحده تعمد داشتند منطقه پایتخت در زمینهای هیچ ایالتی نباشد تا دولت فدرال مستقل بماند. همچنین پرسش‌های درباره این مطرح می‌کنند که آیا دی سی از نظر اقتصادی و جغرافیایی میتواند در خور یک ایالت باشد یا نه. اما بحث ایالت شدن منطقه پایتخت فقط یکی از مواردی است که به نمونه رویارویی حزبی در کنگره تبدیل شده. نمونه ای از بن‌بست سیاسی. هر دو اردوگاه میگویند این انتخابات یک دوراهی برای آمریکایی هاست. فرصتی برای آنکه رای دهندگان آمریکایی تصمیم بگیرند کشور به کدام سمت برود. رای دهندگانی که مدت هاست زیر فشار این جامعه سیاسی به شدت دو قطبی هستند. رای دهندگانی که مدت هاست زیر فشار بحران کرونا هستند. میلیون ها نفر بر اثر محدودیت ها و تعطیلی های اجباری بعد از کرونا بیکار شدند. و ناظران میگویند چندان خوشبین نیستند که این انتخابات، انتخابات روز 3 نوامبر بتواند شکاف های این جامعه را ترمیم کند. هادی نیلی، BBC، واشنگتن.